اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. شهر من خالی شد از آوازها، از شکوه و شوکت پروازها. شاعران در بند زنجیر فقیه، خاموش آوای کمان و سازها. مهربانانم از اینجا رفتن، جایشان خالی است آن دلنازها. روزگاری جان به جانان می زدیم، هم نوا بودیم با همرازها، ره به دیدار رفیقان می زدیم. اصفهان تبریز هم اهوازها. از خراسان تا به کردستان شدیم، با همه گودال و دستاندازها. ما یکی بودیم و دل سرشار دوست، همسفر بودیم ما همسازها. آمد از ره پیک مرگ و نیستی، با تبر زد گردن شهبازها. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 17 نوامبر - 26 آبان ماه به شما سلام. دیروز روز تلخی بود برای خیلی از ماها، برای من به خصوص. هم استادی رو از دست می دادم که حالا دیگه پرواز می کرد برای همیشه، خاکسترش می ماند تا بر پهنه خلیج همیشه فارس بر بره، در تبریز، در بابل، در جایی که به دنیا اومد، در جایی که بزرگ شد، این خاکستر رو پرواز می دید. زنده یاد دکتر سیروس آموزگار، نویسنده، محقق، ادیب، استاد و یه شخصیت برجستمون رفت. یه 10 روز پیش بود که خاموش شد. یکی از عزیزانم تو ایران فردا از دست دادم و تو زندگیم، و حالا نگاه کنیم بدرقشو برای همیشه. نوشته ها با اجراهانی مونو گاهی برمیگشت و به من میگفت بسیار مزخرف میشد. ناراحت نمیشدم، چون میدونستم دایی با مهربونی اینو میگه، و وقتی از کارم تعریف میکرد خیلی به خودم میبالیدم، چون نظر دایی برای من از همه چی مهمتر بود. گاهی تو یکی از نوشته ها دو کلمه رو عوض میکرد، یه جمله رو درست میکرد و ناگهان نوشته جان میگرفت. عجیب بود. چه قلمی داشت دایی، چه نوعی. پنجشنبه شبها همیشه گرد همایی دوستان و همکارای دایی و بابا بودن. سالن های مهمانی پر میشد، بحث ها، شوخی ها، خنده ها. من و همایون یه کنار میشیندیم و گوش میکردیم، و من فکر میکردم دایی من از همه مامزه تره. جمعه زورها دوره های خانوادگی بود. بدرود دکتر سیروس آموزگار عزیزم. حتما میدونم شادمان میشدی وقتی بانوی تو و دختر نازنینت درباره تو میگفتن. دکتر مهران براتی عزیزم سلام میکنم،
و مطمئنم شما هم به اندازه من از رفتن این مرد نازنین متاثر شد. بله حتما اینطور است. ایران دیپلمات‌های برجسته زیاد نداشت ولی ایشون یکی از اونها بود و متفکر بود و خب ایران الان در وضعیتی قرار گرفته که ما هر روز قدر رفتگان رو بیشتر میدونیم. 37 روز ایشون وزیر دکتر بختیار بود، وزیر اطلاع رسانی، وزیر اطلاعات و جهانگردی. به همون روز اول آقای دکتر براتی ایشون اومد روزنامه اطلاعات کنار ما نشست و گفت درست وزیر شدم ولی هنوز عشق من اینجاست و من تمام تلاشمو میکنم که روزنامه ها نفسی به آسودگی بکشه و همین کارو کرد در همون 37 روز کوتاه. دکتر براتی خیلی ما مفصل حرف داریم، مدتی هم شما رو ندیدیم، مدتی مثنوی تأخیر شد و سوال اولم میخوام چون همه نگرانن، علاقمندن، این داستان یه دفعه تغییر موضع رژیم در رابطه با پرونده اتمی و مذاکرات و بدو بدو گروسی دوباره برگرده ایران، اینا قصه چیست؟ شما بهتر از هر کس پیگیر این ماجرا هستید. ولی خب در پایان دولت آقای روحانی بر صورت یک دندگی هایی که حکومت میکرد در باب اینکه ما حاضر نیستیم راجع به حضور منطقه‌ای صحبت کنیم، راجع به برد موشک های بالیستیک و مسائل دیگر از جمله تأمین منابع مالی نیروهای تروریستی و غیره صحبت بکنیم، خب این دست و پاگیر شده بود. ولی این الان رسما تبدیل شد به موضع حکومت ایران. یعنی اون چیزی که حکومت دولت آقای ترامپ از جمهوری اسلامی میخواست و جمهوری اسلامی نمیخواست اصلا راجع به اون صحبت کنه الان معکوس شده. جمهوری اسلامی میگه که غرب بایستی قبول کنه که ما موشک های بالیستیک حتما داشته باشیم، غرب قبول کنه حضور منطقه‌ای ما رو، سرکردگی سیاسی ما رو در منطقه و در این باب هم با ما گفتگویی نداشته باشه، هرچه زودتر برگرده و منابع مالی برجامی رو در اختیار ما بگذاره. خب شرط و شروط های زیادی هم گذاشتن که همه اینها نشان از این دارند که حکومت جمهوری اسلامی امیدی به این که بتواند از غرب امتیازهای لازم رو بگیره برای پیشبرد وضع سیاسی و اقتصادی خودش، این امید رو از دست داده و در حقیقت میخواد به نحوی خداحافظی بکنه از اون نظم برجامی، برود دنبال یک توافقنامه جدیدی که معلوم نیست اون چه خواهد بود. بیشتر در این راه من میبینم که جمهوری اسلامی اقتصاد و آینده مملکت رو به سوی یک اقتصاد کوپونی، حالت اقتصاد جنگی خواهد برد با اتکا به چین و بعضن به روسیه و خب این امکانات ارز دیجیتالی و ارز مصنوعی ساختن و فروش نفت و دریافت اون از طریق به اصطلاح ارزهای دیجیتالی راهی رو گشوده که برای بخورنمی رو نان و پیاز و پنیر کافی است. وضع جدید این هست. الان هم خب 22 همین ماه میلادی شورای حکام جلسه داره و تا کنون حکومت اصلا دعوتی از مدیر آژانس بین‌المللی نکرده برای رفتن به ایران و باز کردن دوربین‌های آفلاین، دوربین‌های تعبیه شده در مکان‌های مربوط به صنایع اتمی. اینا آفلاین کار می‌کنن و از طریق اینترنت هم آژانس امکان دسترسی به اون نداره. آژانس نمیتونه اصلا به شورای حکام گزارشی بده در تاریخ 22 نوامبر در رابطه با این چیزی که در دوربین ها ضبط شده و نمیتونه گزارش بده در این مورد، در مورد پرسش های بی جواب مانده، در مورد پیدا کردن مواد رادیواکتیو در مکان هایی که اصلا اعلان نشده بوده، تولید فلز اورانیوم و چیزهای از این دست. همه اینها نشان از این داره که فکر میکنم تازه بعد از این 29 نوامبر که قراره
دیداری قرار انجام بگیره با نمایندگان اروپایی، فکر میکنم از آژانس بعد از اون دعوت خواهد شد یا یه روز قبل از اون دعوت خواهد شد. به هر صورت به شورای حکام گزارش آقای گروسی نمیرسه و بدون این گزارش غرب هیچ گونه گامی به سوی جمهوری اسلامی بر نخواهد داشت. فکر میکنم غرب هم خودش آماده میکنه برای اینکه برجام رو به کلی پایان یافته تلقی کنه. دکتر براتی، آیا این به منزله اون تأیید نظر بدبین هاست که بر این باورن جمهوری اسلامی به هر حال بعد از این همه خرجی کرده دنبال بمب اتمی است و این مماطله و وقت کشی هم همه در اون جهته، یا اونهایی که میگن خامنه ای به عجز رسیده نمیدونه چی کار کنه، ده ها نظر متضاد اونجا وجود داره که هیچ کدوم اینا با هم هماهنگی نداره؟ آقای اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی با سخنگو اختلاف داره، دولت آقای مخبر با آقای رئیسی اختلاف. شما نظرتون چیه که چه دلیلی داره که این بازی رو جمهوری اسلامی ادامه میده؟ خب یه مسئله رو همیشه ما در مورد جمهوری اسلامی از در این 40 و چند ساله همیشه باش برخورد کردیم که همیشه میان ادعا و توان یک دره عمیقی وجود داشته. ادعاهای جمهوری اسلامی بسیار و توانش در این مورد بسیار کم. این رو هنوز هم ادامه میده در این مورد و آقای خامنه‌ای بر صورت هیچ نوع واقع‌بینی نسبت به وضع خودش نداره. فکر میکنه ایشون با چندین هزار موشکی که جمع‌آوری کرده میتونه این رو به عنوان یک ابزار فشاری در دست داشته باشه که به ویژه آمریکا تن بده به اونچه که جمهوری اسلامی میخواد در این مورد. خب ما میدونیم که این مسئله شدنی نیست. این که جمهوری اسلامی شروع کرده اورانیوم 60% غنی سازی میکنه و خود مسئولین به اصطلاح صنایع اتمی میگن اورانیوم 60% رو کشوری غنی سازی میکنه که 90% بکنه و کشوری این کار رو میکنه که بخواد سلاح اتمی بسازه. جمهوری اسلامی در پی ساخت سلاح اتمی پس بوده و همین مسئله هم ممکنه الان فکر کنن از اونجا که ما نمیتونیم در رابطه با برجام همه انتظاراتی که داشتیم برآورده کنیم، الان داشتن این سلاح اتمی ابزاری است که غرب همه اون چیزی رو که ما تا حالا نتونستیم از اون بگیریم به ما بدهد. ولی نتیجه این فکر میکنم این راه بن‌بستی است. نتیجهش یه جنگی است، جنگی است که حتمی انجام خواهد گرفت. فکر میکنم که حتما اسرائیل این وضع رو تحمل نخواهد کرد، حملاتی انجام خواهد داد. فقط همه امید ما این هست که اگر همچین وضعی که اجتناب ناپذیر باشه به وجود بیاد، اسرائیل این هوشمندی رو داشته باشه که صدماتی به مردم ایران نخوره که ناخواسته برون و اون مسئله جنگ 8 ساله تکرار بشه، برن پشت حکومت. باید در این مورد هوشمندی زیادی به خرج داده بشه و من فکر میکنم در این مورد باید آزادی خواهان ایران با اسرائیل و با آمریکا حتما حرف بزنن. یعنی شما قبلا هم این هشدار رو داده بودید که این ماجرا به جنگ خواهد رسید. یعنی عملا جمهوری اسلامی، و اخیراً هم ما شنیدیم که آقای امیر عبداللهیان که به لبنان رفته بود با 88 میلیون یورویی که به حزب الله دادن، حزب رو گوشش رو پر کردن که زمان فداکاری است و ظاهراً اینا میخوان از طریق حزب الله یک کاری بکنن که اسرائیل بهانه مستقیم علیه اینا نداشته باشه. ولی اسرائیل یه بار گفته بود که حزب الله رو نابود خواهد کرد و در مورد ایران هم این آقای نفتالی بنت یه خود فرق داره با نتانیاهو، هوچیگری او رو نداره، ولی به نظر من برنامه هاشون زیاد با هم فرقی نداره. خب اجازه بدید آقای دکتر بریم یه مقدار مسائل داخلی که ساروز آبانه و هر حال آقای رئیسی بعد از 100 روز تنها چیزی که برام آورده سوتی های متعدد هست.
که چیز غیر از اون نمیدونه. مجلس به وزیر دومین وزیر آموزش پرورش ایشون آقای مسعود فیاضی با جناق شهردار آقای خامنه ای آقای زاکانی رأی اعتماد نداد. اینو واقعا شما بر اثر این میدونید که واقعا این مردک لیاقت اداره کودکستان هم نداره، یا درگیری ها بازی های پشت پرده بین خودشون باعث شد، چون وزرای دیگه هم صلاحیت بالاتری از ایشون نداره. خب در این مسئله که این مجلس مجلس دست نشانده است حرفی نیست، ولی همین مجلس هم میخواد اینجا و اونجا نشان بده که من دست نشانده نیستم. اون وقت کسانی رو که آقای رئیسی پیشنهاد میکنن امکانی رو برای مجلس به وجود میاره که همچین نمایشی بده. در مورد وزیر مربوطه هم همینطوره. خب اصولا در مورد وزارت فرهنگ همیشه سنت این بوده کسانی به مقام وزارت انتخاب بشن که کم و بیش ربطی به این نهاد داشته باشن، ولی خب این وزیر که حتی یک هفته هم در یه نهادی که مربوط به آموزش باشه، مربوط به فرهنگ باشه نداشته، و به همین دلیل هم خب اون سوابق دیگر هم اضافه میشن برای. ولی این فقط در مورد ایشون صادق نیست، اونهایی هم که مجلس تعیین کردن وضع بهتری از ایشون ندارن. ما با یک نظامی سر و کار داریم که مسئله اصلی وفاداری به آقای خامنه‌ای و به نظام هست، نه توانمندی در اجرای مسئولیتی که به عهده اونها گذاشته میشه. خب این نتیجهش این شده که بعد از 40 سال مملکت ما روز به روز به سوی نابودی داره میره، یعنی نابود شده اصلا. ما چیزی دیگه به نام ملت ایران باقی نگذاشت این حکومت، چون سیاست رو از اول برده در پی به اصطلاح تامین منابع و منافع کسانی که او به نام امت میشناسه، ملت نمیشناسه. خب الان ملت محشور ماندن، کنار ماندن، امکان مقابله خیلی کمی دارن یا ندارن. الان هم که آبان ماه هست، خب ما در 6 روز 24 تا 29 آبان سال گذشته سال 98 خب دیدیم که چطور این حکومت بیرحمانه. خب ما در سالهای از دهه 60 کشتار زیادی داشتیم، دهه 70 داشتیم، دهه 80 داشتیم، ولی همچین چیزی سابقه نداشته که یک حکومت بره با هلیکوپتر تکتیرزن ببره و از اون بالا بچه بکشه. چیزی در حدود گفته میشه اقلا 18 یا 28 کودک، نه نوجوان، کودک تیر خوردن و کشته شدن. خب حکومت که در نهایت بالاترین عددی که داد 250 بود، بیرون نشریه‌های خارجی گفتن 1500، ولی اطلاعاتی رو که خود اطلاعات سپاه و غیره منتشر کردن یا بیرون دادن چیزی عددی بالای 2330، حداقل 120 نفر اونا از خود بسیج و سپاه بودن. خب یه همچین حکومتی که این طور با این نظم حکومت میکنه، معلومه که اصلا با فرهنگ و امور اساسی ملت ایران کاری نداره، و این فکر میکنم همین باعث فنا و پایان نظامش باشه. در واقع شما هم به این نتیجه رسیدید که آقای خامنه آخرین برگشت رو که زمین زد از اول تا آخرش خطا کرد، یعنی از رئیسیش گرفته. شما فکر کنید آقای احمدی بیغش در مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی موارد سوتی ها و گاف های رئیس جمهوری اونجا میخواند و میگه آقا برو 4 تا مشاور درست انتخاب بکن، و اون وقت این رژیم گر رو گر قمخیش ها رو آوردن نشوندن سر کار با جناق آقازاده آقای حداد، آقازاده آقای حداد، دونه دونه همشون دارن میان. آقای دکتر با توجه به تجربه های مکرر و مریر و طولانی که در عرصه سیاست و در این حال مبارزه برای دستیابی به دموکراسی و آزادی خواهید داشت،
واقعا برای مردم ایران میتونی بگی ما در چه موقعیتی قرار داریم؟ آیا زمان آزادی این ملت و رسیدن به یه دموکراسی نزدیکتر شده؟ شما نمیخوام روز بگید یا ماه بگید، ولی به عنوان یک ارزیاب کارشناس دقیق حس میکنید ما در چه شرایطی هستیم؟ خب باز به آبان که برگردیم، دستور آقای خامنه این بود که به هر قیمتی شده و به هر وسیله‌ای شده معترضین رو بزنید نابود کنید، و این رو به عنوان گفتن که نظام در خطره و من به شما این مأموریت و مسئولیت رو میدم و مسئولیت اون این کارم با من. علت این مثلا در این بود که ایشون نمیخواست فقط اون اعتراضات به صلاح چندین صد هزار نفری آبان ماه رو سرکوب بکنه، بلکه میخواست که برای آینده هم درسی بده و بخواد پیشگیری کنه از اونچه که در آینده ممکنه مانند آبان گذشته و یا دیماه 96 تکرار بشه. خب اون عکس العملی که ما در جامعه میبینیم، جناب دکتر نوریزاده، خشم، جمع شدن خشمیست که ما در طول تاریخمون همیشه با این روبرو بودیم که ملت ما ملت خیلی بردباریست، ولی در برهای خیلی معین تاریخی که صبرش به پایان میرسه اون وقت به میدان میاد و خوب به میدان میاد. خب شما در نظر بگیرید در پایان فروپاشی کشور در دوران قاجار که دیگر کشوری باقی نمونده بود، ما تقریبا میتونیم بگیم انقلاب مشروطه ما در یه فاصله یه هفته تا 10 روز انجام گرفت. در این چیز خب حالا در نظر بگیرید که انقلاب 57 ما خیلی یه حدود 1.5 سال طول کشید. بله. اون علتش هم در این بود که اون خشم و اون ناراحتی که در مردم بود اون اندازه نبود که در پایان حکومت قاجار بود. مردم ناراضی بودن ولی نه به اون وضع. بنابراین 1001 علت دست به دست هم دادن و همین دلیل هم اینقدر طول کشید. الان ولی با این وضعی که ما روبرو هستیم مثل این میمونه که همونطور که آمریکایی‌ها در پایان جنگی که با ژاپن داشتن و نتونستن ژاپن رو شکست بدن و از بمب هسته‌ای استفاده کردن، حکومت هم با مردم ما یه همچین رفتاری رو داره که این کار رو به همین شکل انجام بده که نابود کنه بخش بزرگی از مردم رو اگر مخلش بشه. ولی اون چی که من از درون نظام میشنوم جناب نوریزاده این هست که بسیاری درون نظام نگران آینده خودشون هستن و به همین دلیل هم از همکنون شروع کردن به تماس گرفتن با مخالفین خودشون در داخل و خارج و دنبال راه حل میگردن. بسیاری از اسناد داخلی نظام رو به بیرون میفرستن، رو میدن، نه به این علت که میخوان پول بگیرن یا بفروشن، بلکه روی نگرانی که از وضع آینده خودشون دارن. همه اینها رو که رو هم بگذاریم من فکر میکنم که اون آبان 98 ما به زودی تکرار خواهد شد، اگر نه امسال سال دیگر و خیلی دور نیست اون وضع. و مسئله اصلیش هم در این هست که فقط مردم نیستن، بلکه درگیری که جمهوری اسلامی با جهان متمدن پیدا کرده به دلیل ادعاهای عجیب غریب خودش در مدیریت سیاسی منطقه، این هم به کمک مردم ایران خواهد آمد. یعنی حکومت داره از یه طرف با بیرون از چارچوب مرزهای ایران درگیری داشته و از یه طرف داخل امکانات اقتصادیش هم که به پایان رسیده، اون نون و پنیر و پیازی هم که چینی ها بدن این کافی نخواهد بود. اصلا علت این که آقای روحانی مخالفت کرد با این که به علت بیماری کرونا مردم یه ماه خونه بمونن این بود وحشت داشت از گرسنگی، وحشت داشت از این که گرسنه ها بریزن تو میدان ها و کار رژیم رو تمام بکنن.
این مسئله با هم همه اینا دست به دست هم قابل تکرار هستن و همین دلیل من خوشبین هستم. دکتر برنزی، وقتی میشنوی که 480 روستای آذربایجان دچار بی آبی یا کم آبی هستن، من و شما قشنگ یادمونه تو دهات که شما میرفتی چیزی که فراوون بود آب بود و نون و بالاخره تخم مرغ و 4 تا مرغ جلو در خونه هر روستایی بود و خودشون خودکفا بودن به یه معنا، تأمین میکردن. ولی الان روستاییان ما عاجزن از تأمین خوراک اولیه خودشون و این بسیار خوب دردناکه. اجازه بدید درنگ کوتاهی کنیم برگردیم. میخوام راجع به این چهرهی که آقای احمدی نژاد داره از خودش میسازه با هم صحبت کنیم. با ما باشه. با درود دوباره و درودی برای داریوش عزیزم که تو این سالها مسئولیت خودشو هیچ وقت از یاد نبرد. امیدوارم، من دیروز که آریانا رو پخش کردم براتون، چقدر دلم میخواست اونجا خانم گوگوشم میدیدم روی سن یونسکو برای ایران میخونه و همینطور ابی، داریوش، مرتضا، همه اینا که ستار عزیز به هر حال در این سالها حداقل گاه به گاه به یاد مردمشون بودن. خب دکتر براتی عزیزم، برگردیم به گپ و گفتم. آقای احمدی نژاد مدتی است در حال چهره سازی برای خودش. دیروز ما یک کلیپی ازش پخش کردیم که رسما به خامنه ای گفت شیطان و قبل از اونم عنوان سیاهی و آدمکش بهش داد و به مردمم گفت که بشارت میدم که پیروزی نزدیک. خیلی ها میگن آقا اینو خودشون گفتن که این کارو بکن. من باور ندارم، چون خامنه ای ظرفیت پذیرش حتی انتقاد به صورت مصنوعی رم نداره و دیدیم هاشمی رو باهاش شکرد و زیرا به احمدی نژادم میتونن بزنن. ولی نظر شما چیه؟ او چی کار میخواد بکنه از نگاه شما؟ خب احمدی نژاد هم رو باید ما در ردیف همون کسانی ببینیم که از امکتون برای خودشون آینده سازی میکنن و از نظام، حکومت و کشتاری که بعضا خودشون هم در اون دست داشتن دارن فاصله میگیرن. خب ایشون و جمعی که دوروبر ایشون بودن از ابتدا هم همزبانی و همسانی خیلی عجیب غریبی با آقای خامنه ای نداشتن، اصولا با مکتب امامت نداشتن. شما اگر خاطرتون باشه آقای مشایی که به اصطلاح مشاور اصلی ایشون بودن در صحبتاشون بسیار به کرات گفتن که دوران انقلاب‌های مذهبی به پایان رسیده، از جمله انقلاب اسلامی، و الان دوران دیگری است. و بعضا هم کسانی هم که البته مثل مصباح یزدی که اونها رو میتونیم بگیم که نزدیک بودن بعض در گذشته به حجتیه ها و اون تصور مشخصی که اونها از امامت داشتن، اونها هم نتونستن پشتیبان احمدی نژاد و مشایی ها بمونن. این یه جمع و یه فراکسیونی است که به نظر من بعد از این هم گسترده تر خواهد شد. اگر خب آقای احمدی نژاد در گذشته فرض بر این بود که ایشون روابط ویژه‌ای با سپاهیان داره، خب ما این روابط ویژه رو ندیدیم. ولی معمولا هر کس که رئیس جمهور میشه در دستگاه اطلاعاتی به اصطلاح همپیمانانی پیدا میکنه. این است که آقای احمدی نژاد و کسانی که با ایشون همراه هستن، در حقیقت اینطور بگم آقای احمدی نژاد الان داره در دولت رئیسی هم حکومت میکنه، چون اکثر کسایی که در دولت آقای رئیسی وزارت پیدا کردن کسانی هستن که در دوران ایشون مسئولیت داشتن. در مجلس هم همینطور اون فراکسیونی که هست اسم احمدی نژاد رو نمیبرن. بنابراین این یک جریانی است که به نظر من در کنار جریانی متعلق به مشابه خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای وجود داره و رشد پیدا خواهد. خب حالا سوال من از شما اینه، مردمی که از ما میپرسن ما با او چه کار باید بکنیم؟ ببینید مثلا احمدی نژاد میاد یه سری حرف میزنه
شما همین سایت ها رو که نگاه میکنید و شبکه های اجتماعی رو، کامنت هایی که روش میدن، خودش نشانه اینه که مردم هم سردرگمن که آیا اینم بازیه؟ آیا این احمدی‌نژاد واقعا توبه کرده برگشته؟ اگر برگشته چرا اسرار رو فاش نمی کنه؟ اینا همه سوالاتیست که الان راجب موجودی به نام احمدی‌نژاد، قبل از اون راجب اونهایی که عزل خامنه‌ای رو خواستار شدن و الان در زندانن، مردم مشکوکن و دائم این شک کردن یک مانع و راده‌ای میشه جلوی هر جنبشی که تو ایران راه میفته. مثلا میگه آقا چجوری شما با اینا مصاحبه میکنین و اینا تو خونه‌شونن؟ و نمونه هایی که من بارها گفتم آقا رژیم چقدر میتونه بگیره؟ چند الان همه دارن فریاد میزنن از درون خودشون. شما نقطه نظرتون در این زمینه چیست؟ من فکرم ملت ما، مردم ما، آزادی خواهان باز کار خودشون رو بکنن. اونها نمیتونن حسابشون رو با احمدی نژاد خاطی بکنن هم حساب بشن. این کار نمیشه. اما یه مسئله هست که معمولا ما اینطور میبینیم که وقتی ارکان رژیمی متزلزل بشه، نیروهایی از درون نظام بیان بالا. خب ما این رو در نظامهای کمونیستی دیدیم که در اتحاد جماهیر شوروی میتونیم بگیم که در فروپاشی به دست خود KGB، سازمان اطلاعات امنیت اتحاد جماهیر شوروی انجام گیره و کسانی که در حزب کمونیست در ارتباط بودن با این KGB. حالا بعض احمدی نژاد هم با اطلاعات و غیره همینطور هست. اینها میتونن این جریان رو به پیش ببرن و میتونن که به اصطلاح این تزلزل و فروپاشی نظام رو میتونن سرعت بدن، ولی کار رو مردم خودشون باید انجام بدن. اینا ممکنه اینطور میتونیم بگیم که پیش شرط های اولیه همچی فروپاشی نهایی رو به وجود میتونن بیارن، ولی یه زمانی هم حتی ممکن هست که خب ما این رو دیدیم، ما این شعار رو داشتیم که ما نمی بخشیم، ما فراموش نمی کنیم، ولی میتونیم ببخشیم. این هم در مورد کسانی که از درون نظام بیان متنبه بشن، به سوی مردم بیان و بخوان که حامی مردم درگذار بشن. خب حتما آزادی خواهان راهی هم پیدا خواهند کرد برای برخورد با اونها. از همکنون در کشور ما چیزی در حدود 180 نفر از حقوقداران برجسته کشور ما مشغول نوشتن قوانین دوران گذار هستند که با این کسانی مثل احمدی نژاد یا کسانی که از درون نظام به اصطلاح اومدن و در فروپاشی نظام کمک کردن، با اینا چه کار باید کرد؟ یا با قوانینی که این نظام به وجود آورده در دوران گذار که هنوز قوانین جدید نداریم، با کنون قانون باید مملکت رو اداره بکنیم؟ همین اینها رو دارن بهش جواب میدن، از جمله به این مسئله. و من فکر میکنم الان هنوز زوده برای اینکه ما فکر کنیم که با احمدی نژاد ها چه باید بکنیم. هنوز اینا کاری انجام ندادن. کاری اگر انجام بدن قابل رویت و قابل لحظ باشه، حتما ملت راهی پیدا خواهد کرد که چگونه با اونها بتونه راهش رو همسو کنه. دکتر براتی، یک جوری آدم حس میکنه با سفر آقای باقری به لندن، با اینکه گفته میشه انگلستان تقاضای این بهره بزرگ جمهوری ولایت فقیه رو پذیرفته برای آزادی نازنین، و همینطور از اون طرف توی بلژیک، توی بروکسل، توی جاهای دیگه میبینیم رژیم به نظر میرسه یه حرکتی رو شروع کرد. از طرف دیگه آقای حسن کاظمی قومی، سفیر بدنام جمهوری اسلامی در عراق، مأمور ویژه رئیسی میشه در امور افغانستان و میره و ملا برادر رو در آغوش میکشه و از این قرار. از اون طرف وزیر خارجه ترکیه میاد ایران که دیدیم یه دوره بحرانی رو سر ماجرای قره‌باغ طی کردن. شما اعتقاد دارید آیا از نظر سیاست خارجی، از اون طرف اینا یواشکی هم با عربستان چهار دور مذاکره داشتن که سعودی‌ها میگن به هیچ جا نرسیده، اینا تو از یمن نرن بیرون ما به مصالحه نمیرسیم، ولی واقعا شما فکر میکنید خامنه‌ای به رئیسی
گفته گو اهد، بهش اجازه داده که بره تعاملش رو با جهان تغییر بده، یا همونطور که روحانی نتونست، در مورد اینا به جای نخواهد رسید. اتفاقا به نظر من اصلا فکر تعامل نداره، که برعکسه. یعنی اون صحبت‌هایی رو که در اروپا میکنه، همونطور که اول خدمتتون عرض کردم، بیشتر در این جهته که استدلال کنن چرا به نفع غرب هست که بپذیره حضور منطقه ایران رو، خود جمهوری اسلامی به عنوان نیرویی که میتونه نظم منطقه‌ای رو به اصطلاح برقرار کنه ببینه، و نیروهای نیابتی که در این کشور و اون کشور دارن عمل میکنن، اونها رو به عنوان نیروهایی که جلودار داعش و القاعده و چیزهای اینا هستن معرفی بکنه. بیشتر در این جهته که توجیه بکنه من هیچ نوع عقبگردی از سیاستهایی که داشتن در این گفتگوها نمیبینم. خب چند تا مسئله است در مورد انگلستان که شما فرمودید. البته منم تا امروز نفهمیدم که چرا انگلستان پولی رو که زمان شاه به اونها بابت خرید تانک‌های داده شده چرا پس نمیده به ایران. این ربطی نداره که ما حکومت جمهوری اسلامی حکومت استبدادی و دیکتاتوریست، بر صورت دولت و حکومت فعلا موجود هم اینا هستن. قاطعا با از همون اول این پول رو پس میدادن، حالا ندادن اون مسئله دیگریه. اما در مورد ترکیه که فرمودید، یکی از نشانهایی که اتفاقا هیچ تغییری در سیاستش نیست این هست که مثلا همین قرارداد نفت و گازی رو که با ترکیه داره، این وسط ها گاز رو به اونها نمیده، قیمت گاز رو مرتب عوض میکنه. و خب ترکیه الان کشوری است که جا رو برای خودنمایی ها و ادعاهای جمهوری اسلامی تنگ کرده، یعنی جای جمهوری اسلامی رو در منطقه گرفته، به ویژه در رابطه با افغانستان، پاکستان، در رابطه با عربستان، کشورهای دیگه اصلا جمهوری اسلامی به معنی واقعی حضوری نداره. همه جا قدرت یا اون قدرت بزرگ منطقه الان ترکیه شده. در رابطه با افغانستان خب ما باید فکر کنیم علی‌رغم جمهوری اسلامی، ما نگرانی های به اصطلاح منطقه‌ای و مرزی باید داشته باشیم. پاکستانی‌ها که آمدن الان با ترکیه و آذربایجان در دریای مازندران در خزر مانور دادن، خب یکی اصلا با اینا برسه پاکستان چه ربطی اصلا به لحاظ امنیتی به خزر داره، به دریای مازندران داره، برای چی اونجا مانور میره برگزار میکنه؟ خب این یه بخشش مربوط میشه به ادعاهایی که پاکستان در رابطه با بلوچستان همیشه افغانستان و ایران داشته، و تمام تحرکاتی هم که زد و خوردهای به اصطلاح مسلحانی هم که انجام گرفته بیشتر به تحریک اونها بوده. بنابراین ما میتونه مرزهای ما در اون سو میتونه به اصطلاح مورد خطر قرار بگیره. از این نظر هم فکر میکنم که بر صورت این مسئله خیلی غلط نیست که با طالبان در مورد به اصطلاح امنیت مرزهای کشوری صحبتی بشه، ولی خب ما میدونیم که به لحاظ فکری، نظری و اسلامیت آقای خامنه‌ای بسیار نزدیک است به اسلامیت طالبانی، و یه وقتی هم با اونا همسو خواهند شد و اگر لازم بشه میگذرن از منافع ملی ما به سود طالبانی ها و اون چی که اونها در نظر دارن. باز دکتر براتی، باز میرسیم به این نقطه که همین مسئله طالبان رو که شما اشاره میکنید، ملا مجاهدشون میاد میشینه و در یک جلسه که همه وزرا هم هستن میگه این شیعیان مرتدن، رافضی هستن و باید نابودشون کرد، و بعد آقای خامنه‌ای نماینده میفرسته، استاندارای خراسان رضوی قبلی و این دفعه‌ای پا میشن میرن افغانستان مذاکره میکنن. رژیم به یک معنایی مثل این که داره باج میده به طالبان، یه جوری میخواد شر طالبان رو بخره، یه جوری. چون امروز اعلام شد که آقای کاظمی قومی از نظر اقتصادی هم پیشنهادهایی برای افغانستان بردن، و بعد از یه طرف بزرگترین صراف افغانستان در ایران که امید مردم بود برای اینکه دو ریال برای فامیلشون بسن، اونم ایران بست.
مغازه و تشکیلات شد در تهران و مشهد بست. خب این آیا تعارض نداره با حتی اون برنامه که اشاره شما بهش کردید؟ اینا واقعا با طالبان میخوان چیکار کنن؟ حالا اسلامشون یکی هرچی هست، ولی آیا اینا فکر میکنن طالبان محمود افغان نیست؟ طالبان همون رفتار رو باشون نخواهد کرد؟ خب در این طول 20 سال ما با اون فقه حنفی که طالبانی ها داشتن یه نسل دیگری از به اصطلاح طالبانی های پیدا شدن که خب بنا به فرضیه طالبانی ها به ویژه اون دو قبیله اصلی دورانی ها و قرجایی ها، دو قبیله بزرگ پشتو، اینها شیعه ها رو جز خوارج میدونستن، جز خارج از اسلام میدونستن. الان اون نسل دیگری که در اون طالبان در این 20 سال پیدا شده، اونا میگن بله اینها خوارج هستن، خارج از اسلام هستن، ولی هنوز در اسلام هستن، بنابراین با اینها نباید جنگ با محاربه کرد، این رو باید به نوعی با اینها کنار اومد. این دوتا، حالا اون جناح حقانی هست و جناح‌های دیگر، با سر این موضوع ایران هنوز به توافقی نرسیدن در این مورد که چه کار باید کرد. اما یک مسئله اساسی است، اول اینکه جمهوری اسلامی بخشی از این ارزهای دیجیتالیش رو در افغانستان تولید میکنه اصلا، یا اصلا افغانستان در تمام دوران آقای رئیس جمهورهای قبلی غنی و کرزای در حقیقت یک نوع مرکز، یکی از سه مرکز اصلی تبادل ارز ایران در افغانستان بوده. خب ایران صادرات خیلی زیادی به افغانستان داشت، جمهوری اسلامی چیز در حدود سالیانه 3 میلیارد دلار کالا صادر میکرد به افغانستان. الان هم جمهوری اسلامی با این وضع بدی که داره دنبال این هست که این صادرات را حتی گسترش هم بده. در زمینهای نفت و گاز چینی ها اونجا فعال هستند. در دو مورد کاری که شروع کردن به پایان نرسوندن، جمهوری اسلامی هم مایل هست که در این مسئله اکتشافات نفت و گاز بره شرکت بکنه، پایی در اونجا داشته باشه. در حقیقت میخواد پای پاکستان رو کوتاه‌تر کنه، نمیتونه قطع کنه، میخواد کوتاه‌تر کنه. همه اینها دست به دست هم دادن و همین دلیل هم یک سیاست خیلی به اصطلاح سیاست غیر قابل فهمی که در تعارض با هم قرار دارند هم اونجا داره اعمال میکنه که فهم اجزایش خیلی آسان نیست. جناب دکتر، در جریان بودید که یک ترایبیونال در لندن 5 روز دایر بود. خانواده قربانیان آبان ماه آمدن با شجاعت و در اینجا دادخواهی کردن. حمید سبی دوست من، هم دانشکده من، خیلی فعالیت کرد، تلاش کرد و واقعا یک ترایبیونال بود که حتما شما مشاهده کردی و دیدید آدم نمیتونست جلوی احساس خودشو بگیره وقتی این مادران و پدران و غیره صحبت میکردن. شما تأثیر این رو در این حال که حمید نوری هم الان در آلبانی، خودش که نیست ولی دادخواهان علیهش صحبت میکنه، اینا رو چقدر مؤثر میدونید برای لطمه زدن به نظام و اینکه جهان رو متوجه دردها و رنجهای ملت ایران کنید؟ این اقدامیست بسیار پرارج که ما در همین زمینه به یاد بیاریم برای فهم مسئله یا برای تشکر از کسی که این کار رو چند سال پیش آغاز کرد، پروفسور پیام اخوان که ایشون استاد حقوق در کانادا هستن. ایشون با تریبونالی که چند سال پیش در رابطه با قتل‌های دهه 60 در همون لندن شروع کردن، این کار رو آغاز کردن و این الان ادامه اون هست. کار بسیار بزرگی است که انجام گرفته. یک قسمت از این مسئله هم در کنار دادخواهی کسانی که در فرزندانشون، عزیزانشون رو در این درگیری ها، در این کشتار از دست داد، به سال 98 از دست دادن، مشاهده کردید که کسانی از اطلاعات سپاه، کسانی از درون نیروهای نظامی
نظام آمدند و در اینجا شهادت دادند و گفتند که چه فاجعه‌ای انجام گرفته، گفتند که دستور و فرمان قتل گرفته بودند، گفتند که چند نفر از اونها دستگیر و زندانی شدند به این دلیل که امتناع کرده بودند از انجام فرمان. خب این در رابطه با اون صحبتی که قبلا داشتیم که فروپاشی حکومت از درون آغاز شده، یکی از نمونه‌هاش هم در این دادگاه دیده شد و فکر می‌کنم این مسئله در کنار همه دادخواهی‌ها یکی از جنبه‌های بسیار قوی این دادگاه بود که ما بایستی که از برگزار کنندگان و کوشندگان و دوستان ما هم، برخی از دوستان درون شورای مدیریت گذار هم در اونجا همکاری داشتن، از همه اونها ما ممنون و متشکر باشیم. چه خوب شد به شورای مدیریت گذار اشاره کردی. اولا یه توضیح بدم، ما یک برنامه روزهای جمعه از ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت لندن، 6:30 اروپا داریم در خدمت دکتر براتی و آقای مهندس شهیدمداری و آقای شهدایی و دوستان دیگر که در رابطه با برنامه‌های سیاسی اوضاع و احوال مملکت صحبت میشه و گروه گذارم حضور خیلی گسترده‌ای دارن. خب یک گزارش هم در این زمینه آقای دکتر به مردم بدید در رابطه با گذار و فعالیتاتون. گزارش بسیار مهمی که دارم خدمتون بدم صحبتی بوده که ما در وزارت خارجه آلمان انجام دادیم و در وزارت خارجه دیگر کشورها هم انجام خواهیم داد در رابطه با هموطنان کرد. رهبران احزاب کرد ما همه جملگی گفتند که هیچ وقت خیال جنگ مسلحانه با کسی نداشتند. اگر هم جایی از سلاح استفاده شده مجبور به اتباع از خودشون بودن. اینها خب از زمانی که پشت مرز ایران در اقلیم کردستان موشکباران شدن، توپخانه های جمهوری اسلامی مرتب مراکز اونها رو بمباران کرده و تعداد زیادی از روستاییان و مردم عادی مردم کردستان عراق هم، شهروندان کشور عراق هم اونجا کشته شدن، این هموطنان ما بسیار نگرانی و اساساً و میخوان در کشور خودشون زندگی کنن، میخوان تأمین فیزیکی داشته باشن، میخوان به عنوان مخالفین در کشور خودشون زندگی بکنن و این مسئله باید تبدیل به یک مسئله بین المللی بشه. یعنی این حق مخالفین که در کشور خودشون حضور فیزیکی داشته باشن، حالا اینکه حکومت چقدر از مبارزه اونها رو تحمل میکنه نمیکنه این یه مسئله است، ولی موشک باران کردن و حمله هوایی کردن و کشتن مخالفین این به این شکل جایز نیست. بر صورت در پیش هست که کشورهای اروپایی در این مورد با جمهوری اسلامی وارد صحبت بشن و این وقتمون تموم شد، میبخشی خودم کرد ما بتونن در کشور خودشون زندگی کنن. ممنونم ازت، بسیار سپاسگزارم. در این زمینه باز با دکتر براتی عزیز صحبت خواهیم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. الان تصویری دیدم که آقای کاظمی قومی در خدمت رهبر طالبان. تا دیدار بعدی، همه شما در پناه پروردگار عاشقان. Thank you.